خب بینندگان عزیز، همونطور که در خبرهای ساعت قبل دیدیم، در شهرهای بلوچستان شاهد تظاهرات مردم علیه دیکتاتوری آخوندی بودیم. همراه میشیم با آقای خسرو بلوچ اربابی تا گزارش دیگه ای داشته باشیم از این تظاهرات ها. سلام میکنم به شما آقای خسرو بلوچ اربابی، خیلی خوش اومدیم به ویژه برنامه ایران به پا میخیزد. سلام و درود بر شما و سلام به همه هموطنان عزیزم در سراسر ایران و به خصوص به همشهری ها و هم ولایتی های خودم در بلوچستان که باز امروز روز جمعه به خیابون اومدند و با شعارهای کوبنده بر علیه خامنه ای اعتراض خودشون رو نشون دادن. همچنین تسلیت میگم به خانواده محسن شکاری و همه آزادی خواهان ایران زمین سر این اعدامی که خامنه ای جنایتکار در دیروز مرتکب شد. در خدمت شما هستم. بله، خواهش میکنم. شما اشاره کردیم به محسن شکاری، درود بر محسن که جرمش بستن یک جاده بود ولی راهی رو پیش روی مردم باز کرد، راه اعتراض رو، راه قیام رو و اینکه خلاصه از چه طریق باید اقدام کرد. خواهش داشتم از شما بفرمایید که امروز در بلوچستان چی گذشت و چه خبر بود؟ بله، تو بلوچستان این هفته هم مثل هفته های گذشته مردم به خیابون اومدن. در واقع قلب قیام بلوچستان امروز در شهرهای زاهدان و خاش بود. چرا؟ به دلیل کشتاری که در زاهدان و خاش صورت گرفته، به خصوص زاهدان که بیشترین کشتار در اونجا صورت گرفت و رژیم در عرض 2 ساعت بیش از 100 نمازگزار بیگناه رو به خاک و خون کشید. و اتفاقا مردم بلوچستان امروز با شعارهای کوبنده باز به خیابون اومدن و همه شعارها و پلاکاردهایی که در دست داشتند گویای حرف دل تمام مردم ایران بود. چرا میگم؟ از همون اولین استارت قیام در واقع پلاکاردها و شعارهایی در مورد محکومیت اعدام محسن شکاری نوشته بودند و بالا سر گرفتند که تسلیت گفتند در واقع. و همچنین یک شعار خیلی جالب نوشته بودن این بود که محسن شکاری رو اعدام کردید، منتظر اعدامهای خیابانی باشید. در واقع گفته بودن که هر تیر برق رو، هر مزدور جیرخوری رو به یک تیر برق آویزون میکنیم. آخرش هم نوشته بودن من محسن شکاری هستم. این در واقع یک پیام اتحاد از زاهدان تا تهران و تمامی شهرهای ایرانه. و همچنین یک پرچم خیلی بزرگ سرنگ ایران درست کرده بودند که روش شعار بسیار جالبی نوشته بودند، اینکه کرد و بلوچ و ترک و لور و عرب و آذری، بختیاری و فارس، عدالت، آزادی و برابری. این شعارهایی بود. البته شعار مرگ بر خامنه‌ای که موزیک متن شعارهای بلوچستان از همون اول که استارت میخوره با مرگ بر خامنه‌ای شروع میشه، قاطعانه مرگ بر سپاهی و مرگ بر بسیجی و همه این شعارها هم بود. این هم بگم که رژیم آماده سازی ها و تمهیداتی از قبل چیده بود که مثلا بتونه مانع تظاهرات مردم بلوچستان بشه یا حداقل نگذاره این قیام ها گسترده تر بشه. مثلا ببینید، خامنه ای همونطور که میدونید در 8 مهر دست به یک کشتار در زاهدان زد که همون کشتاری که در زاهدان صورت گرفت، بعدش هم در خاش بود. من به نظرم خامنه ای دیگه نمیتونه از این کشتارا بکنه، چون اون یک تست بود، میخواست در واقع تست کنه تمام جامعه ایران رو، اگه جواب گرفت خب این رو جاهای دیگه هم پیاده کنه. ولی دیدیم که تو بلوچستان جواب دندان شکنی گرفت، یعنی واپس تمرگید، فهمید که بابا به این سادگی ها نیست و یعنی زمان این تمام شده تو بیای بکشی و بعد بری و هیچ اتفاقی نیفته. چرا میگم؟ چون بعد از کشتار بلوچستان در واقع تمام ایران متحد شد. از تهران گفتند که زاهدان قلب ایرانه و شعارهای از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران در همه شهرهای ایران، اصفهان، شیراز، تبریز، تهران، همه این شعارها داده شد و در واقع صدای مردم بلوچستان شدند. بقیه شهرها صدای مردم بلوچستان شدند. الان مردم بلوچستان احساس میکنند که صداشون داره شنیده میشه.
یعنی فهمیدن که بابا مردم ایران هم دارن صداشون رو تکرار میکنن، صداشون رو منعکس میکنن و تمام دنیا به همین دلیل هر جمعه میان اعتراض خودشون رو بیان میکنن. و اتفاقا در روزهای در خلال هفته هم یه سری اعتراضات و قیام ها هست، کما اینکه کانونهای شورشی راهبندان ایجاد کردن، به چند تا از همین در واقع مناسب حکومتی کوکتل پرتاب کردن و لاستیک آتیش زدن، و حتی دانش آموزان بلوچ که همین دیروز در سفیدآباد شعار مرگ بر خامنه‌ای میدادن. اینا توی ته هفته در واقع هست، ولی به خصوص جمعه ها که همه مردم میان در واقع صدای اصلیشون، چون روز جمعه بعد از نماز این تنها امکانیه که مردم بلوچستان میان اونجا اعتراض خودشونو بیان میکنن، کما اینکه این جمعه هم شاهد این قیام ها بودیم و با شعارهای کوبنده تر و اعتراضات گسترده تر بودیم. بله. بله خسرو، اگر موافق باشی ما تصاویر رو از اعتراضات امروز مردم بلوچستان ببینیم، چون الان تعدادی تصویر جدید به دست ما رسیده که آماده پخش. این تصاویر رو با هم میبینیم و برمیگردیم به ادامه گفتگو. بله. خب خسرو، ما تصاویری که جدیدن به دستمون رسید رو دیدیم و یکی از شعارها که میگفت خشم جوانان ما، خروش تفتان ما. حالا شما خودتون با توجه به اشرافی که به خود اجتماع و اونجا بافت خود اونجا دارین، خواستم به ما بگین که نکاتی که
امروز در تظاهرات بلوچستان وجود داشته و به نظرتون میرسه چه چیزهایی بود؟ به ما هم بگین. بله، سوال خوبیه. ببینید، امروز اتفاق بسیار جالبی که افتاد حضور پرشور زنان آزادی خواه بلوچ بود. البته این سومین هفته است که میان، ولی این هفته خیلی هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت خیلی چشمگیر بود. در واقع بلوچستان، در واقع بگم که این تظاهرات و حضور زنان بی سابقه است، حداقل در زمان ما همچی چیزی نبوده. از این جهت واقعا باعث خوشحالیه. چرا میگم؟ چون زنان زیر ستم مضاعف بودن، در واقع بین چکش و سندان. از یه طرف حکومت چقدر تبعیض قائل به نسبت به زنان، به خصوص تو بلوچستان، به لحاظ سنت هایی که اونجا هست متاسفانه نتونسته بودن سر بلند کنن، در صورتی که زنان ما واقعا خیلی زنان آگاه و فهمیده ای هستن و روشنفکری هستن که الان خوشبختانه این اعتراضات و این انقلاب باعث شده که راه اینا هم باز بشه، بیان اعتراض خودشون رو بیان کنن، که این واقعا باعث خیلی خوشحالیه. و شعارهایی هم که میدادن خیلی جالب بود. شعارهاشون چه هفته قبل و چه امروز، هفته قبل میگفتن چه بی حجاب و چه با حجاب، همه پیش به سوی انقلاب. و در واقع شعارهایی هم که امروز دادن، باز تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت، حکومت بلوچ کش، نمیخواییم نمیخواییم، این آخرین پیام، اعدام کنی قیام. در واقع اینا زیباترین شعارها و رادیکالترین شعارهایی بود که توسط شیرزنان بلوچستان امروز منعکس شد و تکرار شد. موضوع دیگه ای هم که میخواستم بگم، این روزا در بلوچستان رژیم دست زده به دستگیری های گسترده زده و اعدام. در واقع میخواد با دستگیری و اعدام این اعتراضات رو خاموش کنه تو بلوچستان. چرا؟ چون تمام تلاشش رو خامنه‌ای کرد، سه تا هیئت فرستاد تو بلوچستان، میخواست مذاکره کنه، نمیدونم صدای بلوچستان رو بخوابونه، ولی دیدیم که مردم بلوچ ساکت، نه تنها ساکت نشدن، بلکه این اعتراضاتشون رو جمعه به جمعه دارن گسترش میدن. یه موضوع خیلی جالبی که اتفاق افتاده، واقعا مردم بلوچستان این نماز جمعه رو از این رژیم کثیف گرفتن. نماز جمعه ای که رژیم میومد توی همین جمعه بازاراش به این کشور و اون کشور مرگ میفرستاد و نمیدونم فلان میکرد، این چرت و پرتاش جمع شده تو بلوچستان. خب مردم بلوچستان هر جمعه میان دم و دستگاه رژیم رو به هم میریزن. و اتفاقا همین شیرزنان بلوچستان با همون حجاب که اومدن ثابت کردن که این انقلاب بر سر حجاب نیست، ما دنبال انقلاب و تغییر هستیم، دنبال سرنگونی هستیم. این رژیم، این شجره خبیثه رو میخوایم سرنگون کنیم، از کشور خودمون بندازیم به زباله‌دان تاریخ. این خب حرکت‌های خیلی رادیکال و خیلی جالبی بود که این هفته به خصوص اتفاق افتاد، که واقعا نشون میده که این انقلاب داره ریل تکاملی خودش رو طی میکنه و به سمت پیروزی داریم حرکت میکنیم. که بله، خصوصا الان شما اشاره کردین به حضور زنان، جزو یکی از اون تحولاتی که بهش اشاره کردی به حضور زنانمون، که معمولا گفته میشه هر انقلابی تغییرات و تحولات خودش رو در پی داره، و الان هم ما شاهدیم که ما در ابتدای مسیر که نه، خلاصه در نقطه تعیین تکلیف یک انقلاب هستیم و میبینیم که چجوری تاثیر خودش رو در جامعه بلوچستان گذاشته و یک تحولی با خودش آورده. و از حضور زنانمون هستش که هم خواهرانمون در اونجا که می‌بینیم چطوری در این قیام‌ها و حرکت‌ها حضور دارن پیدا می‌کنن. من ببخشید صحبت شما رو قطع کردم، خواهش داشتم اگر نکته دیگه‌ای باقی مونده خواهش می‌کنم بفرمایید. بله، در آخر هم می‌خواستم اینو بگم که میگن که دیکتاتورها وقت هر چه به پایان خودشون نزدیک‌تر میشن، اشتباه محاسباتشون بیشتر میشه و قاف‌های بیشتری میدن، کما اینکه دیروز با اعدام محسن شکاری خامنه‌ای گور خودشو کند. دیدیم دیروز، فقط دیروز، تمام انعکاسات در ایران و تمام دنیا اومدن محکوم کردن. خب فقط یک نفر از معترضین، دیروز اولین اعدامی که کرد محسن شکاری بود، اولین اعدامی که در مورد از دستگیری‌های این اعتراضات اخیر کرد محسن شکاری بود، ولی
ما دیدیم که تمام دنیا اومد پشت مردم ایران. باز این قیام انگار یک خون جدید پمپا شد تو رگهای انقلاب مردم ایران و خامنه‌ای واقعا این رژیم واقعا به لرزه افتادن. اصلا یه جوری ترسیدن که میدونند که از این به بعد هر کسی رو میخوان اعدام کنن هزینش خیلی سنگینه. باید بهاشو بدن. یعنی اینجوری نیست که دیگه مثلا شما اگه یادتون باشه پارسال اومدن 12 زندانی سیاسی علیزاده رو توی زندان مرکزی زاهدان اعدام کردن. ولی متاسفانه صداشون ده. ولی الان فرق میکنه وضعیت. الان وضعیت فرق میکنه. الان هر یکی رو این شعارهایی که مردم میدن ببین این شعارها ماده میشه. میگن هر یه نفر کشته شه 1000 نفر پشته شه. خب واقعا اینا واقعی میشه و عملیه. مثلا این شعارهایی که میدن اگه تو بکشی محسن شکاری رو بکشی فردا روز ما جیر خورا رو از تیر برق آویزون میکنیم. خب اینا رو مردم عملی خواهند کرد. اینجوری نیست که فقط شعار باشه. برای همین واقعا دیکتاتور واقعا باید بترسه. خب ولی دیگه این سرنوشت همه دیکتاتوراست دیگه. هرچی به پایان خودشون نزدیک میشن از این قافا بیشتر میدن. دیگه الان ترس مردم فرو ریخته. الان دیگه این دیوارهای ترسی که خامنه‌ای میخواست با اعدام و کشتار برپا کنه دیگه فرو ریخته. دیگه جواب نداره. کما اینکه همین از دیروز تا حالا دیدیم و این انقلابی است تا پیروزی و باعث خوشحالی ماست که این انقلاب داره ریل خودش رو طی میکنه. و در آخرم میخواستم از شما تشکر کنم که اجازه دادید این فرصت رو ایجاد کردید که من بتونم چند کلامی با همه هموطنانم هم در بلوچستان داشته باشم. بله بسیار سپاسگزارم خسرو از اینکه در این گفتگو با ما همراهی کردید. خیلی ممنون. درود بر شما.